بیننده های گرامی، در کنار بند قرغه یکی از هموطن های ما فارم زنبور عسل داره. خواستم امروز نام چند صحبت های داشته باشیم و صندوق هایی که زنبور عسل در اونجا عسل خود جاگزین میکنن یا جابجا میکنن، تهیه میکنن، اونا رو من نزدیک ببینیم. اول میخوایم امروزشون چند کلام داشته باشیم، بعد میریم صندوق ها رو نزدیک میبینیم. برادر سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم. چنان سلام امارم قبول کنین. خوش آمدین در این سفر. خوش باشین. تشکر. امروز آمدیم در ساحه قرغه و اینجا در ساحه قرغه فرم زنبور شما وقت فروش عسلات شما چطور است؟ عسل فروش میشه نمیشه؟ شکر، هم عسل خوب است، کیفیتش وطنی است و هم نام خدا فرم خوب است. باران ها زیاد باریده، برف هم خوب بوده دیگه، نام خدا خوب است. سرسبزی و گلزار دیگه نسبتا بیشتر شده. بشک خیلی زیاد شده ماشاءالله. در اینجا شما چقدر چند صندوق زنبور دارین و با چه عدد زنبور در اینجا هسته؟ چه بال زنبور اینجا؟ فعلا خو یک 40 صندوق هست دیگه، فرم که از دقندار هست دیگه. دیگه می مسلک ماست، بشه ماست هم میره کلم میرین. چه وقت شما در این مسلک داده پیشه شغل مصرفیت دارین؟ شکر، تقریبا سال پنجم هست دیگه. سال پنجم. پنتون چیزها را خلاص کرده بودیم، بعد از او دیگه پیشه بودیم. چی خواندین در پنتون؟ چی خواندین؟ ما تخنیک ثانوی خواندیم. تخنیک ثانوی؟ در تخنیک ثانوی کدام بخشه؟ انجینری موتره. انجینری موتر خو اینا دیگه موتورای هوایی هستن دیگه، شما اینا رو کنترل میکنین. یا دیگه بیخی یک گرچه به رشته ام خیلی تعلق نداره، خود دیگه بیکاری بود، باز به می رو آوردم پیشه ما دیگه، می تغییر دادم بیخی. خود چطور از باز از کارتان رضایت دارین؟ والا شکر خدا است، کار پاک است دیگه، خوب چیز است، شکر از خدا رضایتیم. فروشات اصل چطور از دی صاحب به کسایی که بر تفریح یا برای سیاحت به اینجا می آید؟ شکر نفرای وطنداران می آید، حتی خارجی ها که وطندار هست، یکان مسافرهای دیگه می آید دیگه، انشاءالله راضی سن، خوب از کار بار. شکر است. ما قسمی که در نخست گفتیم برای بیننده های عزیز که ما میخوایم یک صندوق از زنبور عسل بر از نشان بتیم که چگونه عسل خود جاگزینی میکنن. خیلی میریم یک صندوق از نزدیک میبینیم. صحیح، انشاءالله اول صندوق ها میبینیم، یک کلا را میگیریم. کلا ایمنی باید بپوشیم دیگه. خب که نشه که جغرافی روی ما را تغییر نده. خیلی میریم میبینیم یک صندوق از نزدیک. عمل میکنه، هیچ چیز تو غرض نداره دیگه، دل جمع باشه. سر ما یکم عمل میکنه، ان شاء الله چیز نمیکنه. گزیدن از جان فایده داره، هر چیز. خب گزیدنشون فایده داره و کلاه مینی رو میبینین که داخل یک پشخانه است. اونا هم چی خوا گفتن که ما با این جسامت خود اینا رو ترساندیم و اینا هم در چه پشخانه خود از ما نگهداری میکنه. میریم نزدیک یکی از صندوقایی که زنبوره عسل اونجا نگهداری میشه و یا در اونجا عسل خود جاگزین میکنه یا عسل میسازن. خب کدام طرف بیم؟ میریم نزدیک امو صندوق. خب اول سر و پشت صندوق بود، بعد از اینجا زنبور ها دیگه امروی ما غرض نداره؟ نه انشالله دیگه. خب فرزا جانم امروی مست کور غرض نگیره؟ با حسین امو تو بیا انشالله مشکل نیست. خب سر پشت شپس کنیم، اینجا بوجی است، بوجی بخاطر عزیز است که او چیز داخل نرن. آها زنبور هست، نام خدا زنبور وطنی است. زمستان هم کابل بود. خب یا این به نام قفس چه میگه؟ چی میگه برش؟ این به نام چوکات یاد میکنه. چوکات زنبور عسل. چوکات زنبور عسل. هم چوچه میندازه هم عسل میندازه. این شما خودتان جور میکنید یا خود از اونها جور میکنه؟ ما یک نقشه میتیمشه ورق واره است. باز یا دیگه خودشان به حساب همون نقشه کاری را پیش میبره. بالاخره این رقمی تهیه میکنه. بالاخره با چوچه و عسل چیزا آمادهش میکنه. خب گفته میشه که در بین زنبورای عسل یک زنبور ملکه هم هست. بله ملکه هم داره. اینا که عمله کردن به امید از اینکه ما رو نگزن؟ نه نه انشالله غرض نداره، عمله میکنه. اینی با چوچه هایشان هست. اینی عسل تازه را فعلا آورده است. یک قطره قطره میگه دریا میشه، بالاخره از این عسل ساخته میشه که عسل اصلی اگه باشه در 100 سال هم خرابی نداره. با شرطی که از زنبور باشه انشالله واضح یک چیز خوبی میه. اگه اینا نیش بزنن انسان درد هم داره؟ یعنی درد و سوزش داره؟ درد هم داره و شفا هم هسته او درد. اینجا پیش ما مریضا میه، یکان مریضا که میباشه در حساب سرطان جلدی یکان مشکلات داره، باز میه اینجا
با هدایت دکتر بازیگر اگم کاری کرد شما میکنیم وارم سرشان نش میزنیم. خب بازو زنبور که یار نش میزنم دیگه دوباره او عقل جا داخل شدن در داخل چیخو نداره دیگه قفص چه نه دیگه او روده از او گرچی از نش زدن خودم لذت میبرن وقتی که نشم میزنه بعد از او روده از ای کدیم نش میبراین یه دیگه دم نیم ساعت یک ساعت از بین میره باز دیگه نه دیگه از بین میره بمون نش زدنشان بله ها. خب اگه تا قفص چه رو بکشی بر ما که پر از اصل باشه فعلا خب اول بار است اگه زمستان نو تیر شدن اصلا برتان نشان دادم که خیلی کم کم میارن اما دیگه زو چیز نیست که فعلا کشیده شدن. خب اینا عمله هم میکنن بالای دستای ما با امیدیزی که نیش ما نزنه که دردم داره بس نیش نه قبل از اینکه عمله کنه تشکر از اینکه بر ما رهنمایی کردن و نشان دادن بر ما قفسچه های زنبور اصلا. خیلی میرم اصلا هایی که شما از اینجا بعد ساوردین اونا رو من نزدیک میبینم. صحیح انشاءالله صحیح سک سلامت تشکر بیننده های عزیز میرم اصلا هایی که از این صندوق ها اینها به دست آوردن اونا رو بخیر نزدیک میبینیم. شما یک بار دیگه صندوق های زنبور اصلا نزدیک ببینیم. زنبور اصل صندوق های زنبور اصل که در اونها نگهداری میکردن دیدیم آمدیم اینجا. نوی جان چند رنگ اصل است اینجا؟ خو تقریبا ما چهار رقم اصل دارم که کلش از فرم خودم است و اصل وطنی است. اصل وطنی یورو باز رنگش ده چی تغییر میخوره؟ رنگای اصل چی متفاوت میتونه؟ گل تعلق به گل داره، هر گل از خود رنگ داره، بوی داره، ذائقه داره، باز قیمت داره. باز صندوقش مشخصه روی زنبور؟ نه نه، یه به حساب مثال اینجا که اصل تولید کردیم و گرفتیم یک بازگه ساحه میریم. این اصل کل یک رقم شده. دو ساحه که میریم گل تغییر میخوره، اصلش هم تغییر میخوره. خب این رنگ سیاشی از کدام گل است؟ این سنجت و نی اصله است، یک میکس است. خب بویشان هم باز فرق میکنه جناب؟ بویشان هم ذائقه شان هم در قیمت در هر چیزش دیگه فرق میاد. خب بالاترین اصل کدام اصل است و با چه قیمت شما به فروش میرسانین؟ یعنی بالاترین اصل کله بالا است، خود دیگه نظر به مشتری و وطندارا هر چیز خوش میکنه، این باز بالاترین اصل است. خب این اصل از چی است باز؟ این اصل از سنجت و یگان گلای دیگه دشتی است که ایشان یک جای است. خب اصل سنجت و گلای دشتی بسیار رقیق هم است. آنه نوی جان خیلی قوی چیز است به حساب دوا و مرض و حتی که شکر هم داشته باشه انشالله دو زمانت هم داده میتونیم. خب این از گل سنجه تو دیگه گلای دشتی باز کردیش؟ گلای دشتی باز ای از کدام گل است؟ ایش اینشو میگه ای باز هم یا هم دشتی و به حساب از باغ و باغچه های اینجا گل شینشو؟ شینشو بای شینشو بای این نرمش است، این با سخترش است. یکان مردم ها بازی سخت خوش دارن، کسی که خورده باشه این اصل باز خوش دارن. خب یا گل شینشو بای میگه و با دو شکل مختلف هست. دشتی هم به حساب در باغ و باغچه های جهان میباشه این اصل. خب باز فروشات بیشتر از کدام از کدام بیشتر وطنهای ما میخرن؟ زیادتر ولی این اصل میکس میگیره بخاطر که هم قوت داره هم کیفیتش خوب است. نینیسی ها این هم باز کویی است، کویی از بیستود میدان وردک است، حسی اول و حسی دو. باز دیره شما چند فروش میرسانی؟ چقدر وزن داره ای؟ یک کیلو وزن است انشالله، وزن بوتلش هم برامدگی است. 800 میگن با جرامت از 100 یک نیم ست تا 200 جرامت میکنیم.
مشتری خوش برن. یعنی 8 ساعت میگن باز 1 نیم ساعت صدا میکنن؟ نه 1 نیم ساعت مراحت میکنیم. 1 نیم ساعت مراحت. 1 نیم ساعت تا 2 ساعت هم صدر با مراحت میکنیم. خب. و یا سالو خو هر قسم عسل است در شهر بازار. همی بهترین عسل از چی بشناسیم؟ چگونه تشخیص بدهیم؟ زیادتر عسل از بوی فهمیده میشن. هر چقدر بوی خوبتر داشته باشه، از همون گل می باشه، هر گل باز از خود بوی داره، همون باز کیفیت عسلش هم خیلی خوبش میاد. یعنی وقتی که ما میگیم بوی عسل یا بوی عسلی، شاید همون بوی اصلی خود عسل بوده باشه که یا کسایی که به اون بویش آشنایی دارن بلا. یا استشمام کردن همون بوی زوره، شاید اون بوی اصلی عسل باشه. به شک ها، اون گپ همه ست گلا هستک، باز دشتی هستک، کوی هستک، عسل خاریز باز اصلا بوی نداره، اون باز کیفیتش خوبش هست. دیگه گپا خیلی زیاد داره، باریکی خود داره. دیگه خیر، اگر ما عسل خریداری میکردیم میایم پیش خودت نوی جان، در مساحه بند قرغه، روبروی بند قرغه وقت یک مکان دلنشین، یک مکان خیلی پاک، بسیار مکان زیبا. و من کسایی که ما رو بیننده هستن از طریق یوتیوب چینل ما و روزنامه میگم وقتی کسایی که آمدین به ساحه بند قرغه نوی جان فراموش نکنین و عسلایی که اینجا هست، بخصوص عسلی را که دو گوشگک پت مانده بود برش بگن که نوی جان بگم عسل که پت کردی امور بیار. از شاید داخل خیمه هم عسل های پت و پیچیده داشته باشه. باز نوی جانم دیگه انشالله در خدمت شما هم در خدمت وطنداران دیگه انشالله چیزی میتیم که کس حتی شکر هم داشته باشه، انشالله به زمانت میتیم. سلامت باشین نوی جان، تشکر. نشوه که کسی که شکر داشته باشه دو روز بعد دنیا رخصتش کنین با یه اثر. نه، به خاطر این گپ میزنم که چک شده، خود دوستایم آشنایم از فامیلای خود ما ایره چک کرده، به او حساب این گپ میزنم. تشکر نوی جان، سلامت باشین. تشکر، خوش شدیم دیدیم اتون. همچنان خداوند در کاربارتان برکت بیشتر بیاندازه و کاربارتان رونق بیشتر بگیره. زنده باشین، با امید دیدار دیگه. تشکر نوی جان، زنده باشین.